من عاطفه آشتیانی هستم، خواهر مجاهد شهید مهدی که در جریان قتل عام 167 به شهادت رسید. مهدی رو اردیبهشت 67 همراه تعداد دیگه از زندانیان از گوهردش به زندان اوین آوردن و در آخرین ملاقاتش به خانواده‌ام گفته بود که دو روزه که در اتاقای ما رو بستن تو بند، غذا بهمون نمیدن، روزنامه و تلویزیون هم بردن و گفتن که همه شما رو میکشیم. ما خودمون وقت اینو باور نمیکردیم، یعنی فکر میکردیم که به خاطر روبا وحشت این حرف رو زدن. بعد از اونی که ملاقات ها قطع شد و 26 آبان یه پاسداری اومد در خونمون و به مادرم گفت که بیاید سک مهدی رو بگیریم. 27 آبان ما رفتیم کمیته تهران پارس، اونجا زمان بندی داده بودن، یعنی هر 20 دقیقه یه روب یه خانواده میرفت که شهیدش رو میگرفت. بعد از این گفته بودن که مطلقا مراسم نگیریم، ولی برعکس وقتی که ساک مهدی رو ما آوردیم خونه، همه همسایه هامون، فامیل، همه جمع شده بودن و منتظر بودن. تقریبا همه مردم گریه میکردن چون میشناختن خانواده منو و مهدی رو به طور خاص خیلی باش آشنا بودن و مهدی باشون رابطه خیلی خوبی داشت. خیلی متاثر شده بودن و علی‌رغم این که رژیم نمیخواست که این مراسم انجام بشه، خیلی مراسم خوبی انجام شد. بعد از 20 سال هنوز واقعا ابعاد این جنایت مشخص نشده، ولی امیدواریم که عاملان این جنایت در دادگاه حلق به سزای اعمالشون برسونن. متشکرم. با سلام به همه شما که اینجا نشستید. من امیر سیدعمدی هستم. منم میخواستم خاطری از مجاهدان شهید محمد و محسن سیدعمدی که عموان بودن بگم. راستش خاطرات در این رابطه خیلی زیاد میتونم بگم، ولی به دوتاش به مختصر اشاره میکنم. اولیش آخرین در واقع آخرین خاطره بود که در یک ملاقات حضوری باهاشون داشتم که بعد از اینکه در واقع خانواده ملاقاتش تموم شد رفت، اما منو نگه داشتش اونجا و یک سری سوالات جلوی من گذاشتش که در واقع تیزترینش که تو ذهنم مونده بود سر همین رایی که انتخاب کردم به مجاهدین پیوستم، بیشتر تیزترین سوالش این بود تو ذهنم نشسته بود. خاطره بعدی هم در واقع سر گرفتن اون ساک و اینجور چیزا بود که زنگ زدم به خونه که ما رفتیم ساک و اینا رو تحویل گرفتیم، که مادر بزرگم کلن فضای چیزی نداشت، فضایی که من ازش میدم فضای استقامت و مقاومت بود، علی‌رغم این که دوتا از بچه هاشو شهید کرده بودن. و الان هم که من اینجا هستم در واقع اومدم به جواب اون سوالاتی رو بدم که اما اون موقع تو زندان از من کرده بود. آداشم به نام خدا و به نام 30,000 گل سرخ که به خاطر حفظ حرمت کلمه مجاهد خلق دست محفوف‌ترین سیاه‌چال‌های خمینی به خاک و خون در غلطیدن. من مرضی رضایی هستم، برادرم داریوش رضایی و پسر خالم شهریار سیفی در حالی که توی زندان دیزل‌آباد کرمانشاه حکمشون رو میگذروندن در سال 67 به خانواده‌ام اطلاع دادن که برای اونها ممنوع ملاقات هستن و برای ملاقات اونها به زندان مراجعه نکنن. خانواده‌ام از این خبر خیلی نگران شدن و مستمرن به زندان مراجعه میکردن و پیگیری میکردن، تا اینکه مزدوری به نام نوریان که مسئول زندان دیزل آباد بود و خانواده‌ام گفتن که بی خود خودتون رو درد سر ندین، فرزندان شما اینجا نیستن و هیچ زندانی سیاسی در زندان دیزل آباد نیست. از اون پس خانواده‌ام از زندانی به زندان دیگه پاس داده می شدن و هیچ اطلاعی از برادرم و پسرخالم به دستشون نمی اومد، تا اینکه از طریق زندانیان آزاد شده مطلع شدیم که برادرم داریوش رضایی و پسرخالم شهریار به زندان گوهردش کرج منتقل شده و در آنجا اعدام شدن. غیر از برادرم سایر یکی دیگه از اقواممون بهرام کوروش بهرامی و تعدادی دیگه از شهدای زندانی که میشناختم